خانم از این. به خدا اگه آقای شهردار خودشون به من نگفته بودن محال بود دست به این میز بزنم. چه حقی دارن جای میز رو عوض کنن؟ اصلا چه حقی دارن بیان اینجا؟ هیچ. منم فکر میکنم هیچ حقی ندارن، ولی میان آنی با تفنگ و چتر نجات هم میان. اصلا اینجا میز میخواد چه کنن؟ اینجا که اتاق نهارخوری نیست. میخوان دادگاه تشکیل بدن، میخوان الکس موردن رو محاکمه کنن. شوهر مولی موردن رو؟ شوهر مولی موردن. واسه که یارو رو با کلنگ زدی؟ درسته. هنگامی که به او فرمان بازگشت به سر کارش را دادند امتناع کرد، و وقتی فرمان را تکرار کردند زندانی با کلنگی که در دست داشت به سروان لفت حمله کرد. سروان بنتیک مجبور به مداخله شد. بنشین الکسی. نگهبان لطفاً یک صندلی براش بذار. زندانی باید بیسته. بگذارید بنشینه، فقط خودمون میدونیم. شما تو گزارشتون بنویسین که ایستاده بوده. نباید در گزارش دروغ نوشت. بنشین الکسی. این برخلاف تمام مقررات نظامی است. بذارید بنشینه. سروان بنتیک مجبور به مداخله شد و در اثر ضربه‌ای که به سرش اصابت کرد جمجمه‌اش شکست. گزارش طبیب زمینه پرونده گردیده است. مایلید خونده بشه؟ احتیاجی نیست، سعی کنید زودتر تمومش کنید. بله. عده‌ای از سربازان ما شاهد ماجرا بودند که اظهاراتشان زمینه پرونده گردیده است. این دادگاه نظامی زندانی را مجرم دانسته و او را به مرگ محکوم می‌کند. تو که منکر قتل سروان بنتیک نیستی، هستی؟ من فقط زدمش، نمیدونم مرد یا نه. خوبه الکسی، خوبه. من آدم عصبانی هستم. به من گفت که برم سر کار. من یه انسان آزادم. منم عصبانی شدم و زدمش، اما یه نفر دیگر رو زدم. اینو میخواستم بزنم. مهم نیست، مهم نیست کدوم یکی رو میخواستی بزنی. هر کس رو میزدی فرقی نمیکرد. از اینکه اونو زدی متاسفی؟ اگر متهم اظهار تأسف کنه برای پروندش خوبه. تأسف؟ نه، خیال نمی کنم که متاسف بشه. دادگاه تو رو مجرم میشناسه و محکوم به تیربارون میکنه فوراً. من دلیلی نمیبینم که با این تشریفات تو رو بیشتر شکنجه بدم. چیزی رو فراموش نکردم سروان؟ منو فراموش کردید. الکسی، من شهردار منتخب شما هستم. میدونم آقا. الکسی، اینا مهاجمن. مملکت ما رو با زور و دسیسه گرفتند. جناب سامک، نباید اجازه بدید. بهتر نیست ما هم بشنویم تا اینکه در گوشی حرف بزنن؟ میدونم مردم خیال میکنن من با اینا همکاری میکنم. اینو میتونم به مردم ثابت کنم. اما تو داری میری. دلم میخواد بدونی. میدونم قربان. جوخه آماده است سروان؟ بله جناب سرهنگ. کی فرمان میده؟ صدفان تندر قربان. صدفان تندر. برو الکسی،
اما بدون که اینا روی آسایش نمیبینند. تا وقتی یا برن یا بمیرن مطلقاً روی آسایش نمیبینند. بازم شروع شد. بدجوری صدمه دیدی زادوان؟ بدجوری صدمه دیدی؟ شونم لوف سروان لوف رد پاشون روی برف هست. میخوام همین حالا برید و همه خونه ها رو جستجو کنید. هر کی اسلحه گرم داشت گروگان بگیرید. و شما آقا از این لحظه تحت نظر هستید. سعی کنید این رو بفهمید. اگر لازم بشه ما 5 نفر 10 نفر و حتی 100 نفر از شما رو به خاطر 1 نفر از خودمون تیربارون خواهیم کرد. مردی با خاطرات خاص، مردی که هیچ خاطره خاصی نداره. تمام سلاح‌های موجود در سطح شهر رو جمع کنید. هر کی مقاومت کرد تیربارونش کنید.